میخواستم یک چند نقطه های مهمی را که در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس ملی ایران نمودم پیشنهاد نمایم. یکی از نقطه های اساسی ترین در این پیام پیش از همه از بنبست کمیونیکاسیونی رها نمودن اهالی. دوم نقطه بسیار مهم این پس نمودن سطح کمبیزاتی در جمهوری می باشد که این یکی از نقطه های اساسی بود که در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار گرفت. مسئله سیوم یکی از مسئله های مهمترین این رسیدن به انرژی سبز که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید نمودند که تا سال 2037 جمهوری تاجیکستان همچون جمهوری سبز اعلام کرده می شود، یعنی که از جهت اکولوژی بسیار یک مسئله خیلی مهم است. مسئله دیگر که جناب عالی همه وقت به اون توجه خاص ظاهر می نمایند مسئله علم و معارف می باشد که به این سمت همه سوالات در همه پیام ها پای در پای جناب عالی تاکید می نمایند که به علم و معارف رشد جامعه رو تصور کردن غیر امکان است. از این لحاظ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید نمودند که برای رشد این ساحه تنها در سال 2023 در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 مؤسسه های تعلیمی مورد استفاده قرار داده شده است که این برای رشد علم و معارف خیلی تکان جدی می بخشد. اینچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام امساله خود یک اقدام خیلی نجیب پیش گرفتند که زیاد نمودن معاش کارمندان ساحه معارف 40%. این یکی از اقدام های بهترین است در این سمت. ما کوشش میکنیم که با همون پیام ها با همون مسئله هایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ساحه علم و معارف گذاشته می شود ما اهل معارف سهم ارزنده خود را گذاریم.